خشکسالی در بریتانیا تاجالدین شرایط واقعا چطور هست؟ قطعا وضعیت داره به یک سمت خشکسالی در دراز مدت میره. فرناز بریتانیا که یک زمان به عنوان کشور سبز یاد میشد و در واقع اروپا هم به نام قاره سبز، حالا داره میبینیم که به یک کشور خشک و با دمای بالای هوا تبدیل شده. میبینیم که دریاچه تیمز که اینجا از مرکز لندن میگذره، این دریاچه حالا داره سطح آبش بسیار پایین آمده و یک وقتی میدیدیم که سطح آب تا اینجاها نمیدونم تا 3-4 متر بالاتر از این میرسید، ولی حالا پایین آمده و این خشکسالی در واقع نگرانی های جدی را در بریتانیا ایجاد کرده و پارک ها را میدیدیم که لحظات پیش خشک شده بودن، زرد شده بودن و این پارک ها یک زمانی مثلا 2-3 هفته قبل وقتی شما میدیدین سبز بود و این نگرانی حتی در میان دهاقین و مزرعه‌داران بریتانیا هم افزایش یافته و غلات بریتانیا که با آبی زیاد نیاز داشتن در اثر که 2-3 هفته از باران در بریتانیا نباریده و خشکسالی ادامه داشته با تاثیرات شدیدی را متقبل شده و مقامات بریتانیایی از مردم خواستند که از مصرف بی‌رویه آب خودداری بکنن، آب کم مصرف بکنن. این در حالی است که ما می‌بینیم وقتی بریتانیا با این مشکل مواجه است که ما می‌تونیم مقایسه بکنیم نسبت به مشکل ایران که شاید به حداقل برسه، ولی در ایران که مشکل خشکسالی فوق العاده زیاد است، ولی هنوز دولت این کشور اقداماتی را که دولت های غربی مانند بریتانیا روی دست میگیرن روی دست نگرفته و هنوز میبینیم که فکر میشه که در ایران و افغانستان مثلا مشکل جدی نیست، ولی مشکل خشکسالی در همه جا جدی است و کشورهای دیگر اروپایی هم وقتی شما میبینین مانند اسپانیا، پرتغال و کشورهای دیگر اروپایی همچنین شرایط مشابه هست و خشکسالی کشورها را هم تهدید میکنه. با توجه به این مسئله حالا دولت بریتانیا از مردم خواسته و از استخرها را تعطیل کردن و مردم خواستن که کمتر آب مصرف بکنن و دیده شده که 26% در 3 ماه اخیر در واقع بارندگی کاهش داشته در این کشور. متشکرم از توضیحات تاج‌الدین سروش همکارم از غرب لندن همراهمون بودیم.